بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها 25 شوال، سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. نگرانی قرقیزستان از تهدید احتمالی سنی‌های تندروی داعش علیه همسایگان افغانستان. آغاز چاپ هزاران نسخه قرآن کریم در 3 سایز متفاوت در شهر مقدس کربلا. و 62 حمله به مساجد در آلمان در سال 2022 میلادی. بیست و پنجم شوال المکرم برابر است با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، ششمین امام شیعیان اثناعشری. امام جعفر ابن محمد معروف به امام جعفر صادق علیه السلام در سال 83 هجری متولد و در سال 148 هجری به شهادت رسید. ایشان فرزند امام محمد باقر علیه السلام است و به مدت 34 سال، یعنی از سال 114 تا 148 هجری، امامت شیعیان را بر عهده داشت که با خلافت 5 خلیفه آخر اموی، یعنی از هشام ابن عبدالملک به بعد و 2 خلیفه نخست عباسی یعنی صفاح و منصور دوانقی همزمان بود. امام صادق علیه السلام به جهت ضعف حکومت اموی فعالیت علمی بسیار بیشتری نسبت به دیگر امامان شیعه داشت و شمار شاگردان ایشان را 4000 نفر دانستند. بیشتر روایات اهل بیت علیهم السلام از امام صادق علیه السلام است و از این رو مذهب شیعه امامی را مذهب جعفری نیز می‌خوانند. امام صادق علیه السلام در میان پیشوایان اهل تسنن نیز جایگاه بالایی دارد. ابو حنیفه امام صادق علیه السلام را عالم‌ترین فرد در میان مسلمانان دانسته است. شیخ صدوق تصریح کرده که امام صادق علیه السلام به دستور منصور دوانیقی و بر اثر مسمومیت به شهادت رسید. ابن شهرآشوب نیز در مناقب و محمد بن جریر طبری سوم در دلائل الائمه در دلائل الامامه همین نظر را مطرح کردند. محل دفن امام صادق علیه السلام قبرستان بقی در مدینه منوره در کنار قبر پدر بزرگوارشان امام باقر علیه السلام و نیز در کنار جدشان امام سجاد و امام حسن مجتبی علیه السلام است. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این کشور به مأمنی برای سنی‌های تندرو به ویژه داعش تبدیل شده است. داعش نه تنها برای مردم و کشور افغانستان خطر به شمار می‌رود، بلکه این سنی‌های تندرو کشورهای همسایه افغانستان را نیز تهدید می‌کنند. این موضوع چندین بار از زبان مقام‌های ارشد و سیاسی برخی کشورهای اطراف افغانستان بیان شده است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. مارات ایمان‌اوغلو، دبیر شورای امنیت قرقیزستان، در نشست گفتگوهای امنیتی اسلام‌آباد با بیان اینکه سنی‌های تندروی داعش در حال اجرای راهبرد تهاجمی علیه کشورهای همسایه افغانستان هستند، اعلام کرد که این گروه تروریستی قصد دارد حدود 7000 نیروهای خود را در مناطق شمال افغانستان مستقر کند. وی افزود راهبرد تهاجمی داعش کشورهای ایران، چین، روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی را هدف قرار داده است. او همچنین مدعی شد که سنی‌های تندروی داعش با استفاده از ناکامی سیاسی طالبان در افغانستان تلاش می‌کنند خود را به عنوان یک جایگزین قدرت در افغانستان به برخی گروه‌های قومی و مردم عادی معرفی کنند. دبیر شورای امنیت قرقیزستان تأکید کرد که وضعیت بد اقتصادی در افغانستان زمینه‌ساز گسترش تروریسم است. مارات ایمان‌اوغلو افزود نگرانی کشورهای آسیای میانه از نفوذ گروه‌های تروریستی از افغانستان به این کشورها اتفاق تازه‌ای نیست، بلکه نگرانی است که با سلطه طالبان در اوت 2021 عمیقاً شدت گرفته است.
روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در همه جلسات سیاسی و امنیتی درباره تقویت داعش و دیگر شبکه‌های تروریستی به ویژه گروه‌های تروریستی که مبدأ آنها در کشورهای آسیای مرکزی است هشدار دادند. دبیر شورای امنیت قرقیزستان در نشست گفتگوهای امنیتی اسلام آباد همچنین به رشد و گسترش فعالیت‌های گروه‌های افراطی با ریشه آسیای مرکزی و چین نظیر جنبش ازبکستان، جنبش ترکستان شرقی و نیز داعش و القاعده اشاره کرد و گفت این گروه‌ها ایدئولوژی‌شان را در خاک افغانستان گسترش می‌دهند. گفتنی است با وجود تمام این هشدارها و ابراز نگرانی‌ها مقام‌های حکومت طالبان افغانستان تأکید دارند که تمام تلاش خود را برای سرکوب داعش در افغانستان به کار بسته‌اند و ادعا می‌کنند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان کشورهای همسایه را تهدید نمی‌کند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. آستان مقدس عباسی از آغاز چاپ 30,000 نسخه قرآن کریم در 3 سایز متفاوت خبر داد. سید فراس ابراهیمی، مدیر چاپ، نشر و توزیع در آستان مقدس عباسی اعلام کرد با در نظر گرفتن کلیه کنترل‌های فنی و زیبایی و رنگ‌های مناسب و خط خوش، کاغذ با کیفیت برای چاپ قرآن کریم انتخاب شده است. به همین دلیل این آستان چاپ 30,000 نسخه قرآن کریم در چاپ هفتم را آغاز کرده است. وی افزود چاپ قرآن کریم به دلیل نداشتن خطا یکی از فرایندهای دشوار است. این انتشارات در تجربیات قبلی موفق عمل کرده و در حال حاضر تعداد زیادی قرآن چاپ می شود و این روند ادامه دارد و پیشگام در عراق به شمار می آید. از سوی دیگر شیخ ضیاءالدین الزبیدی، مدیر مرکز چاپ قرآن کریم آستان مقدس عباسی نیز در این باره گفت هفتمین چاپ قرآن کریم در 3 سایز رحلی A4، وزیری و اندازه کف دست چاپ می شود که 10,000 چاپ از هر سایز انجام شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. 25 شوال سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. نگرانی قرقیزستان از تهدید احتمالی سنی‌های تندروی داعش علیه همسایگان افغانستان. آغاز چاپ هزاران نسخه قرآن کریم در 3 سایز متفاوت در شهر مقدس کربلا. و در ادامه 20 میلیون تن در افغانستان شبها گرسنه می‌خوابند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از اداره پیشگیری از جرم آلمان، 62 مورد حمله به مساجد در آلمان در سال 2022 میلادی به ثبت رسیده است. اداره پیشگیری از جرم آلمان گزارش سالانه خود را برای سال 2022 درباره تعداد حملات به مساجد در این کشور منتشر کرد که نشان می‌دهد 62 حمله به ثبت رسیده و این حملات نسبت به سال 2021 افزایش 14% داشته است. این گزارش نشان می‌دهد که بیشتر این حملات توسط افراد یا گروه‌های متعلق به راستگرایان افراطی انجام شده است. شورای مرکزی مسلمانان آلمان نیز در این باره اعلام کرد به دلیل وجود مواردی که به سازمان‌های مربوطه گزارش نشده، تعداد مورد اشاره در گزارش سالانه کمتر از موارد واقعی است. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. هیئت نمایندگی دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق شیرازی دامزله در نجف اشرف در کنفرانس نهج البلاغه در این شهر مقدس شرکت کرد. این کنفرانس از سوی مؤسسه الهوار والاصلاح و با حضور جمعی از شخصیت‌های دینی و فرهنگی برگزار شد.
فام کوانگ هیو سفیر ویتنام در ژاپن در مصاحبه‌ای درباره اجرای طرح افزایش همکاری بین المللی برای توسعه صنعت حلال ویتنام تا سال 2030 گفت با مشارکت صحیح با کشورهای دارای اکثریت مسلمان صنعت حلال به زمینه همکاری مهمی تبدیل خواهد شد که به ارتقای بیشتر روابط اساسی ویتنام با این شرکا و توسعه و رفاه مشترک کمک می‌کند. گفتنی است اخیراً طرح جامعی در حوزه صنعت حلال در ویتنام به تصویب رسید. وزارت امور خارجه با سایر وزارتخانه‌ها و بخش‌ها و همچنین با کارشناسان داخلی و بین‌المللی، آژانس‌های نمایندگی خارج از کشور ویتنام، محلات و مشاغل برای تهیه این طرح جامع که 14 فوریه به تصویب نخست وزیر رسید، مشورت کرد. طوفان سهمگین موکا روز یکشنبه 24 اردیبهشت غرب میانمار و جنوب شرقی بنگلادش را در نوردید. این طوفان خسارات‌های زیادی به منطقه کاکس بازار در بنگلادش زده و بزرگترین اردوگاه پناهجویان در جهان را در هم شکست. این اردوگاه عمدتاً پناهگاه موقت مسلمانانی است که در پی سرکوب‌های نظامی خونین سال 2017 در میانمار از این کشور گریختند. از تلفات و خسارات این طوفان هنوز گزارشی منتشر نشده است. طوفان موکا قدرتمندترین طوفانی است که از نوامبر 2007 تا کنون این کشور را تهدید کرده است. در آن زمان طوفان سیدر در سواحل جنوبی بنگلادش بیش از 3000 کشته و میلیاردها دلار خسارت به جای گذاشت. شمارش آرای انتخابات دیروز ترکیه همچنان ادامه دارد، اما هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری تا کنون موفق به کسب 50% آرا نشدند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس شورای انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان 49.4%، کمال قلیچدار اوغلو 44.96% و سنان اوغلو 52% آرا را به دست آوردند. با توجه به آخرین آمار اعلام شده از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه، نامزدان آرای کافی برای تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری ترکیه را تا این جای کار به دست نیاوردند. هرگاه پایان روند شمارش آرای انتخابات با نتایج فعلی همراه باشد، انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ترکیه به تاریخ 28 ماه جاری میلادی میان دو نامزد پیشتاز برگزار خواهد شد. مسئول برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که 20 میلیون تن در افغانستان شبها گرسنه میخوابند و غذای کافی ندارند. شاولی مسئول برنامه جهانی غذا برای افغانستان روز یکشنبه 24 اردیبهشت در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز در لندن گفته که با روی کار آمدن طالبان فرصت‌های شغلی در کشور شدیداً کاهش یافته است. وی افزوده هر روز حدود 20 میلیون تن در افغانستان غذای کافی ندارند و گرسنه می‌خوابند و 4 میلیون مادر و کودک در معرض خطر سوء تغذیه هستند و خطر مرگ وجود دارد. پس از آگوست سال 2021 بنیاد اقتصادی افغانستان سقوط کرده است. سه سال گذشته خشک سالی وجود داشته و قیمت مواد غذایی نیز افزایش یافته است. این نهاد تصریح کرد که حدود نیمی از کودکان زیر 5 سال و 1/4 زنان باردار و شیرده در 12 ماه آینده به حمایت حیاتی غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا می‌افزاید که برای 6 ماه آینده به 1.46 میلیارد دلار برای عملیات کمک رسانی خود در افغانستان نیاز فوری دارد. این در حالی است که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، کشورهای جهان و سازمان‌های مددرسان همواره از وضعیت وخیم بشری در این کشور
هشدار دادند. در همین حال دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش داده که تغییرات آب و هوا در این کشور دسترسی خانواده ها به آب را 60% کاهش داده است. مسجد الرحمه علاوه بر اینکه اولین و تنها مسجد در کیف پایتخت اوکراین است، یکی از بزرگترین مساجد اروپا به شمار می رود. این مسجد بخشی از مجموعه بزرگ اسلامی در کوه شچکاویسیتا است. مسجد کیف بین سالهای 1996 تا 2012 در نقطه نمادین در کنار بقایای یک قبرستان باستانی مسلمانان ساخته شده و در منطقه‌ای قرار دارد که از زمانهای قدیم مسلمان نشین بوده است. مسلمانان اوکراین بیش از 100 سال است که منتظر یک مسجد بوده و جای تعجب نیست که افتتاح الرحمه یک رویداد مهم بود. تلاش برای ساخت مسجد به سال 1897 برمیگردد، زمانی که طبق داده‌های رسمی 1759 شهروند مسلمان در جمعیت حدود 100 هزار نفری کیف وجود داشت. در سال 1913 نقشه‌های ساخت و ساز آماده و اولین سنگ بنای مسجد گذاشته شد. با این حال شروع جنگ جهانی اول، انقلاب بلشویکی و جنگ جهانی دوم رؤیای داشتن یک مسجد در پایتخت اوکراین را برای مدت طولانی به تعویق انداخت. ساخت مسجد تنها پس از استقلال اوکراین در سال 1991 از سر گرفته شد. پس از به دست آوردن زمین برای ساخت و ساز، آماده سازی قانونی گسترده و کار بر روی اسناد پروژه مدت‌ها مورد نظر، در نهایت در سال 1996 پروژه ساخت مسجد آغاز شد و به مدت 16 سال به طول انجامید. مسجد به صورت مرحله‌ای ساخته شد. این ساخت و ساز توسط مسلمانان در هر سن و گروه اجتماعی و همچنین کمک‌های مالی قابل توجهی از سوی سفرای کشورهای اسلامی تأمین شد. مروری دوباره به سرخط خبرها. 25 شوال سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. نگرانی قرقیزستان از تهدید احتمالی سنی‌های تندروی داعش علیه همسایگان افغانستان. آغاز چاپ هزاران نسخه قرآن کریم در 3 سایز متفاوت در شهر مقدس کربلا. 62 حمله به مساجد در آلمان در سال 2022 میلادی. 20 میلیون تن در افغانستان شبها گرسنه می‌خوابند. و نگاهی به تنها مسجد پایتخت اوکراین. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت، یوتیوب و اینستاگرام اخبار شیعه ببینید. همچنین میتونید اتفاقات و رخدادهای منطقه، شهر یا کشورتون رو از طریق شماره روابط عمومی اخبار شیعه برای ما ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونیم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.